سلام دوستان، به آشپزخانه من خوش اومدین. با کانال آشپزی امکتی در خدمت شما دوستان هستم. امروز تصمیم گرفتم آش بلغور گندم رو آموزش بدم به شما دوستان. بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. مواد اولیه برای تهیه آش بلغور گندم، بلغور گندم خشکه. من خواستم اینجا نشون بدم به شما که ببینی این بلغور گندم من 2 ساعت قبل با آب گرم خیس کردم. یک بار آبشو عوض کردم، مجددا با آب داغ خیسش کردم و این دیگه آبشو بیرون نمیریزم، چون اون لعابشو داده، لعاب داده و من نمیخوام که این لعابش به اصطلاح از بین بره. عدس یک پیمونه که اونم من 1 ساعت قبل خیس کردم و به اصطلاح بعد از اینکه یک دو بار خیس کردم آب اضافه رو ریختم بیرون. نعنا به میزان لازم. البته شما میتونید از آب قلم هم استفاده کنید که قلم رو بذاریم بجوشه از آب قلم، ولی من چون خیلی چرب میشه از 2 تا از عصاره گوش استفاده میکنم. من 1 پیمونه و نیم لوبیای قرمز و لوبیای چیتی رو از شب قبل خیس کردم، 2-3 سری آبش رو عوض کردم و صبح گذاشتم جدا، اینا آب پس شده. پیاز 5 عدد، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم. آش برای آش بلغور، سبزی آش من 1 کیلو سبزی آش گرفتم که این سبزی آش شامل تره، گشنیز، جعفری و الان اسفناج اومده. اسفناج خیلی لعاب میندازه به این غذامون و هم خاصیت داره و هم خوشمزه است. و کمی هم من شوید میریزم، مقدار شوید رو کمتر میریزم، یعنی تو این آش تره و گشنیز بیشتره، جعفری کمتره و من تو این آش الان اسفناجون اندازه تره و گشنیز رو میریختم ولی شوید رو خیلی کم ریختم. من پیازا رو خلالی بلند و نازک خرد میکنم و توی 1 قاشق بزرگ روغن جامد پیازا رو سرخ میکنم. پیاز برای این آشمون حتما باید خیلی سرخ بشه و طلایی بشه. تقریبا بیس اولیه این آش مثل آش رشته است، منتها ما به جای رشته از بلغور گندم استفاده میکنیم. هم آش سبکیه، هم ویتامین داره، هم فوق‌العاده لذیذه. چوق پر روغن مایه داشتیم، میذاریم روغن آب میشه، کمی نمک میریزیم، و حالا پیازایی که خلال بلند خردش کردیم میریزیم داخل قابلمه و اجازه میدیم سرخ بشه. معمولا آشا هر چقدر پیازشون بیشتر باشه خوشمزه تر و لذیذ ترن. من یه مقدار پیاز رو اواسط کار قاطی آشمون میکنم، ما بقیه برای تزئین روی آش نگه میدارم. البته من چیزی که فراموش کردم کشک، چون کشکم داخل یخچال بود فراموش کردم بگم بهتون، کشکم تو این آش استفاده میشه. البته من کشک رو فراموش کردم بگم خدمت شما دوستان، چون کشکم داخل یخچال بود وقتی مواد اولیه معرفی کردم فراموش کردم کشکم بگم که کشک برای طعم دهنده خوبی برای این آش ما. پیاز وقتی که سبک شد و کمی شیشه‌ای رنگ شد ما زردچوبه رو اضافه می‌کنیم. توی آش هر چقدر زردچوبه بیشتر بشه هم رنگ زردچوبه خوب، هم رنگ آشمون خوب میشه هم طعم. پیاز ما کم کم داره به اون مرحله ای که سرخ شده میرسه که من جمع کنم. اگر توجه کنیم زردچوبه چه رنگ خوبی به پیازای ما داده. وقتی که نزدیک سرخ شدن میشه به اون مرحله که میخواییم برداریم، بعد سر قابلمه باشیم و تون تون به هم بزنیم و حواسمون باشه که سرخ بشه و نسوزه. الان همه پیازای ما یه دست سرخ شدن. من پیازا رو جمع میکنم
بعد بقیه مراحل هم توضیح میدم خدمتتون. من بعد از اینکه پیازا رو جمع کردم کمی نعنا ریختم، مابقی نعنا رو نگه داشتم برای تزیین روی آش. مجددا کمی زردچوبه، یعنی هست کافی چون نعنا زود می‌سوزه. حالا رو جمع اضافه می‌کنم و اجازه میدم تا یه لابی بندازه. بعد از اینکه کمی یه حدود یک کپ بعد، چون بر غور گندم کوبیده است زودم لاب میندازه. بعد از اینکه لابش انداخت عدس هم اضافه میکنم و اجازه میدم عدس و بلغور گندم با هم بپزن. من الان میام حدود دو تا پارچ هم نشون میدم. دو تا پارچ آب میریزم، در قابلمه رو میذارم، 10 دقیقه بعد میام نگاه میکنم اگر لابا انداخته باشه عدس هم اضافه میکنم. اگه توجه کنی این بلغوره گندم ما لابش انداخته، البته تا زمانی تموم شدن تمام مراحل آش لابه بیشتری میدازه. الان من توی این زمان عدس رو اضافه میکنم. من ابتدا گفتم دو تا پارچ آب ریختم، چون کمیم اون حباتم که آب پس کردم. من معمولا آب حباتم نگه میدارم چون ویتامین توش داره و گذاشتم اون لاب اولیه رو انداخت. حالا کمی آب جوشم بهش اضافه میکنم و اجازه میدم تا عدسمونم بپزه. وقتی عدسمون پخت بینشم. وقتی که عدسمونم پخت من میام سبزی آش رو اضافه میکنم و بعد از سبزی آش حبوباتو و در آش رو میذارم تا این کاملا آش جا بیفته. البته زمانی که حبوباتو دارم میریزم اون جز به اصطلاح دوتا گالا بلانکا که داشتم اون رو میریزم توی آش. الان اجازه میدم این عدسم با بلغور گندممون با هم کمی بجوشن و عدسمون بپزه و بلغور گندمون بیشتر لعاب بندازه. اگه توجه کنی آش ما لعاب انداخته، عدس هم تقریبا پخته. من توی این مرحله سبزی آش رو اضافه میکنم. سبزی آشم که گفتم تره، گشنیز، جعفری، اسفناج و کمی شبت. بعد از که سبزی رو ریختم یه ذره شعله رو زیاد میکنم و این سبزی با مواد مقاطی میشه و بعد از اون میام بقیه مرحله به مرحله حبوبات، گالا بلانکا و پیازم هم اضافه میکنم. الان این سبزی کمی حرارت بخوره جمع میشه و به خورد آشمون میره. بعد از اینکه این سبزی ها جوش خورد و جمع شد و قاطی موادمون شد، اگر فکر کردین کم آب شده آشتون، میتونی آب جوشیده کتری اضافه کنی یا اگر آب قلم داشتین تو این مرحله اضافه کنی. آشمون به این مرحله که رسید من دوتا عصاره گوشت و یا گالا بلانکا رو اضافه میکنم. سبزی آشمون تقریبا نیمه پخته، رو به پخته و بونشنی که از قبل آب پس کردم، از شب قبل خیس کردم، بونشنم اضافه میکنم. من معمولا کمی از اون آب بونشنم نگه میدارم، نه خیلی زیاد که رنگ آشمون رو تیره کنه، در حد شاید یه استکان. حالا بونشن رو اضافه کردم خدمت شما عزیزان. گفتم اگر دیدین آشتون جوشید نیاز داشت به آب، مجدداً آب اضافه، ولی سعی کنید همون اول آش آب و مقدار لازم بریزین که دیگه ما زمان پختتون نیاز نداشته باشین زیاد آب بریزین.
کلن آش بلغور آشی که بعد بیفته به لعاب. من الان پیاز داغم که داشتم، نصف از اون پیاز داغم رو در این مرحله به آشمون اضافه میکنم. اول نمیریزم، میذارم من آخر کار میریزم، چون اگر از اول بریزیم میجوشه و اون طعمش و مزهش رو توی آش از دست میده. من در آش رو میذارم تا تمام مواد با هم بپزن و این آش ما جا بیفته. آش بلغور خیلی آش خوشمزه و در این حال آسونیه. میگم فقط تفاوتش با آش رشته اینه که برای آش رشته توی مرحله رشته اضافه میکنیم، ولی نه دیگه آش بلغور نداره. وقتی مرحله که بونشنا رو اضافه کردیم دیگه در آش رو میزنیم تا اینجا آشمون کاملا جا بیفته. عزیزان همونجور که توجه کنی آش ما آماده است، کاملا لعاب انداخته، جا افتاده. من فلفل و نمک میریزم، آخرین مرحله میریزم فلفل و تون، عطر و بوش بمونه تو آشمون. آشمون کاملا جا افتاده و آماده است. عزیزان امیدوارم طبق دستور من این آش خوشمزه رو درست کنین، میل کنین و لذتش رو ببرین. لطف کنین کانال آشپز امنکتی هم به دوستانتون معرفی کنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.